با درود به بینندگان این برنامه، امروز قرار هست در مورد قتل‌های ناموسی در سیستان و بلوچستان صحبت بکنیم. قتل ناموسی معمولاً به قتل‌هایی گفته میشه که ریشه در باورهای سنتی داره و به دلیل کنترل بر بدن زنها، سکشوالیتی زنان توسط مردان خانواده انجام میگیره. به این ترتیب که فکر میکنن زن خانواده آبروی خانوادگی اونها رو به خطر انداخته. البته مردان و جامعه LGBT هم در برخی موارد قربانیان قتل‌های ناموسی هستند. به ویژه مردانی که تصور میشه با زنی از خانواده در ارتباط بودند. در مورد سیستان و بلوچستان ما آمارهای دقیقی در دست نداریم. یکی از دلایل اون رسانی نشدن آمار قتل‌های ناموسی هست و به اعتقاد من فعالین مدنی در این رابطه در سیستان و بلوچستان نقش دارند. در تحقیقی که من روی 1220 قتل در یک بازه 20 ساله در ایران انجام دادم، به آمار کمی در مورد سیستان و بلوچستان دست پیدا کردم و اون هم دلیلش به نظر من همونطور که گفتم کمکاری فعالین مدنی در رسانه کردن این قتل ها هستش. البته در سالهای اخیر بهتر شده و برخی از موارد رو من بهش اشاره می کنم و بعد نمودار قتل‌های ناموسی در تابستان 1402 رو از طریق پاورپوینت نشون میدم. برخی از قتل‌هایی که انجام شده و رسانه‌ای شده به این ترتیب هستش که 20 تیر 1401 فریبا و محمد ب، فریبای الف و محمد ب، توسط مردان خانواده به ضمن اینکه اینها با هم در ارتباط بودن حلق‌آویز شدند و فریبا قربانی کودک همسری بود، به این دلیل که حالا قبل از ازدواج گویا این دو نفر به هم علاقه‌مند بودند، تصور می‌رفته که همچنان با هم ارتباط دارند. در اسفند 1400 زبیده توسط همسرش به کوههای اطراف زرچین برده شد و با ضربات چاقو به قتل رسید و بعد هم به آتش زده شد. کمپین فعالان بلوچ اشاره میکنه که این 13مین دختری است یا زنی است که به این ترتیب کشته میشه، اما نام 12 زن دیگر برده نمیشه. و در بازم در دیماه 1400 جسد دو دختر 17 و 18 ساله پیدا میشه که توسط خانواده هاشون کشته شدن. این دو دختر گویا از خانه فرار کرده بودند. هاجری حسین برد 20 ساله که توسط شوهرش به آتش کشیده شد، وقتی که به بیمارستان بردن خانواده، پزشک بیمارستان نظر داده بود که این زن زجکش شده. و در چهارشنبه 14 تیر 1402 رقیه بلوچ 21 ساله و عموش هیدر با کلاشینکوف توسط همسر رقیه کشته شدند. خب اینها آماری است که ما بهش دست پیدا کردیم، اما آمار قتل‌های ناموسی بسیار فراتر از این هست. حالا من اگر اجازه بدین شیر بکنم. اینجا ما اگر توجه کنیم این آمار قتل های ناموسی در تابستان 1402 هست. طبق این نموداری که ما اینجا میبینیم در سیستان و بلوچستان از 43 قتل که در تابستان اتفاق افتاده در ایران، دو تاش در سیستان و بلوچستان بوده، اما همونطوری که گفتم این دو تا قتل به دست ما رسیده آمارش و همینطور این 43 قتلی رو که ما در این نمودار میبینیم اینها قتلهایی است که مستند شده، اما به این معنا نیست که فقط در تابستان 1402 43 تا قتل اتفاق افتاده، بلکه 43 تا قتل ما تونستیم مستند بکنیم که این البته آمار بسیار زیادی است. در طول 3 ماه 43 تا قتل و قبل از اون هم آمار 3 ماهه فروردین اردیبهشت خرداد رو یعنی بهار رو من مستند کرده بودم که در اونجا 49 قتل ناموسی اتفاق افتاده بود، یعنی جمعاً
92 تا قتل ناموسی در تابستان 1402 در کمپین توقف قتل ناموسی من توانستم مستند کنم که به این ترتیب شاید بتونیم به آمارهای دقیق تری دست پیدا کنیم. سپاسگزارم.